با درود به شما دوستان، من رضا هستم از دانمارک و قطعاً به خوش‌ذوقی یک یکتون برای انتخاب ویدیوهای من تبریک میگم. دوستان تو این ویدیو بعد از مدت‌ها که قول شده بودم میخوام در مورد مدارس بین‌المللی در دانمارک با شما صحبت کنم، پروز اند کانز به قول انگلیسی‌ها یا خوبی‌ها و بدی‌ها. من دوربین رو باز اونوری می‌کنم، تو مسیر با همدیگه میریم در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم که به نظر ما چه خوبی ها و چه بدی هایی داره. من خیلی وقت بود میخواستم این ویدیو رو ضبط کنم، به یکی از مخاطبین کانالم قول داده بودم، ولی به دلیل اینکه گفتم ما خودمون باید بریم و ببینیم، برای من توضیح بدن که چطوریه، به من نشون بدن از نزدیک، ببینیم که در واقع درکی بهتری داشته باشم از تفاوت مدارس خصوصی یا اینترنشنال بین‌المللی و مدارس دانمارکی. اما دوربین اونوری میکنم، توی مسیر با هم دیگه شما هم مسیر رو ببینید، لذت ببرید از این هوای زیبای تابستونی دانمارکی، با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت میکنم. خب دوستان، در مورد مدارس بین المللی دانمارک که من خودم خیلی مشتاق بودم که فرزندم رو بفرستم مدرسه بین المللی، به یک دلیل خیلی مهم، این که به انگلیسی تدریس میکنن و اگر روزی روزگاری ما خواستیم برگردیم انگلیس دوباره دیگه در واقع فرزندمون مشکل زبان انگلیسی رو نداشته باشه. گرچه باز میگن در کشور دانمارک، از ما رد چیم از این چهار راه اینجا، در کشور دانمارک خیلی از دانش آموزاش خیلی خوب انگلیسی صحبت میکنن، از خیلی کلاس های پایین سعی میکنن که انگلیسی تدریس بگ انگلیسی رو هم به بچه ها یاد بدن، ولی خب من دوست داشتم که از همون ابتدا فرزندم در واقع زبان انگلیسی رو یاد بگیره و در واقع به زبان انگلیسی درس بخونه. خب شروع میکنم اول با خوبی ها. خوبی اولش همینه که در واقع تدریس در مدرسه اینترنشنال به زبان انگلیسی هست. دومین که افراد دانمارکی هم خیلی اونجا زیاد هستن، یعنی 60-70 درصد افرادی که این کلاس ها رو در واقع این مدارس رو اتند میکنن و میرن افراد دانمارکی هستن. من خیلی از همکارای ما بچه‌هاشون رو میفرستن مدرسه بین‌المللی به خیلی از دلایل مختلف، که یکی از اونها اینه که به هر حال دوست دارن که با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشن، از اون محیط بسته در واقع یک مقدار خارج بشن، زبان انگلیسی رو یاد بگیرن به عنوان زبان دوم، چون که به هر حال تو خونه اینا دانمارکی صحبت میکنن دیگه، نیازی سالا برن یه مدرسه که دانمارکی صحبت کنه و خب زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. یکی دیگه از دلایلش هم که به هر حال سیستم آموزشی این مدارس بین المللی سیستم آموزشی انگلیس هست، یعنی ساعت کاریش و نمیدونم نحوه برخورد با بچه‌ها و اون سابجکت های درسی و این چیزا هم که میدن همون سیستمی هست که در واقع در انگلیس داره اجرا میشه. یکی دیگه از در واقع خوبی های یا مزایای مدارس بین المللی این هست که من اول قیمتش رو بگم که دوستان به هر حال پولی ان، اینا مجانی نیستن، مدارس معمولی در دانمارک مجانی هستن، از سن 5 سال به بعد که بچه ها میرن مدرسه مدارس مجانی میشه برای همه به صورت عمومی، مدارس دولتی در واقع، ولی خب مدارس بین المللی قیمتش میشه معادل مهد کودک های دانمارک، چون که مهد کودک های دانمارک مجانی نیستن. برای نکته دوستان که خیلی براشون تعجب برانگیز بود که وقتی من گفتم مدارس توی اینستا یک استوری گذاشتم گفتم که مهد کودک های دانمارک مجانی نیستن، دوستان خیلی تعجب کردن. این رو یادتون نره که فعلا اون پولی رو که در واقع ما پرداخت میکردیم برای مهد کودک دانمارکی یک تا سه سال 4200 کرون هست و این هر سال در واقع زیادتر میشه، سه تا پنج سال کمتر نزدیک 2000 کرونه و این به دلیل اینکه تعداد تیچرها، تعداد اون در واقع معلم ها کمتر میشه. هر وقتی که یک تا سه ساله هر معلم سه تا بچه داره، ولی سه تا پنج سال هر معلم 9 تا بچه داشت توی این در واقع مهد کودکی که ما در واقع دخترمون رو میفرستادیم، و این خب اون لود در واقع اون هزینه بین بقیه تقسیم میشد. خب به خاطر اینکه بچه ها در واقع کیر کمتری، مراقبت کمتری نیاز دارن، به خاطر همین هزینه‌ش هم ارزان‌تره. اینو بگم که این نکته رو بگم، داشتم خوبیاشو میگفتم، به خاطر اینکه شما باید هزینه پرداخت بکنید معمولا قشر بالاتر، از البته هزینه زیاد گرون نیست، ولی همون هم خب خیلی ها سعی میکنن سیف بکنن، به هر حال 4-5000 کرون در ماه پول کمی نیست و نزدیک مثلا 600-700 دلار میشه در ماه،
و خب همون هم خیلی ها سعی میکنن سیف بکنن، و هر حال به یه زخم دیگه بزنن تو زندگی، سعی کنن کارهای دیگه باش بکنن، بچه رو میفرستن مدرسه دولتی. همین که پولی هست باعث میشه که یک قشر، یک لول دیگه از افراد جامعه دانمارک بیان اون مدارس و متفاوت بشه. جامعه به هر حال طبقات مختلف هم داره، طبقات مختلفی داره جامعه دانمارک، با این همه که اینها مالیات میگیرن، تکس میگیرن، سعی میکنن که جامعه رو متعادل کنن بین طبقات مختلف، در واقع بین اون در واقع گپ رو یا اون فاصله رو، فاصله طبقاتی رو کم بکنن. به هر حال این فاصله طبقاتی در جامعه دانمارک هم وجود داره. ما قشر پردرآمدتر داریم، قشر کم درآمد داریم، قشر متوسط داریم. در این مدرسه بین المللی خب قشر پردرآمد میان، از همون به هر حال شکل و قیافه شون هم معلوم، ماشینایی که سوار میشن هم قشنگ مشخصه که این قشری که میان مدرسه بین المللی به هر حال قشر بالای جامعه دانمارک هستن. و به نظر من بهتره، حالا این رو خیلی از دوستان میتونن مزیت به حساب نیارن، چون که من با معلم دخترم مهد کودک صحبت میکردم، گفت ما هم دوست داشتیم، یکیشون گفت من دوست داشتم بچه‌ام بفرستم، ولی خانمم مخالفت کرد، گفت که دوست دارم بچه‌ام با قشر معمول جامعه بره و در واقع با اونها هش رو نش داشته باشه، در واقع نمیخوام که فکر کنن که ما مثلا تافته جدا بافته هستیم و بچه‌ام دوست ندارن در راحتی و رفاه باشن، مثلا میگه سختی میکشن مدرسه دولتی برن مثل بقیه افرادی که پول ندارن. به هر حال این نظر متفاوتی هست، من اون رو به عنوان مزیت میدونم تا عیب. به هر حال این به عهده خود دوستان که اینو چطوری در واقع میبینن. کلاس‌های خلوت‌تر از مدرسه دولتی که دیگه از مزیت‌های مدارس خصوصی یا این مدرسه بین‌المللی هست که تعداد افراد کمتری در هر کلاس هستن، با تفاوت مثلا 1/2 یا 1/3 تعداد نفرات نسبت به مدرسه دولتی، خب خیلی کیفیت رو بالا میبره دیگه. وقتی تعداد نفرات کمه، به هر حال معلم وقت بیشتری برای اون بچه ها داره، به هر حال امکانات کمتر فرسوده میشن، خود بچه ها راحت‌تر برای دست یافتن به امکانات تو سر کله هم کمتر میزنن. این رو هم که الان امکانات گفتم، امکانات مدرسه بین المللی هم بیشتره و هم کیفیتش بالاتر. یعنی مثلا تو اون مهد کودک دولتیه مثلا 4 تا دوچرخه داشت برای مثلا 30 نفر آدم که اینا سعی میکنن نوبتی سوار شن، اون تو سر کله هم میزدن، اون که زور داشت از اون یکی میکشید، ولی در مدرسه خصوصی یا این بین المللی برای همه به تعداد همه دوچرخه است و دوچرخه‌هاش هم با کیفیت بهتری از اون دوچرخه‌هاش داغون و رنگ پریده و اینا بود، مثلا دوچرخه‌هاش هم به تعداد و هم کیفیتش بهتره، یه ترتمیز و نو است، اگه یه مقداری در واقع قدیمی بشه اونها رو سعی میکنن عوض بکنن. امکانات نوتر و بیشتر و بهتر هست و تمیزتر است. به هر حال تعداد نفرات که کمتر باشه قطعا تمیزتر میشه، دستشویی‌هاش تمیزتر بود و در واقع اون ساختمون یا اون بیلدینگی که مدرسه بین‌المللی توش قرار داره تمیزتر بود. مدت زمان کلاس‌ها بیشتره، خب این راحت‌تر می‌کنه گذاشتن بچه‌ها رو برای مهد کودک و پیکاپ کردنشون از مهد کودک. تو مدارس دولتی مثلا بعضی روزا تا 3:30 یا مثلا جمعه تا 3:30 دیگه بعد بچه رو در واقع برداری، ولی خب تو مدرسه بین‌المللی یا خصوصی میتونی تا 4:30 هر روز، تا 4:30 افتر اسکول کلاب هم داره، میتونی مثلا تا 6 هم نگرش داری، البته اون یک هزینه بیشتر رو شما باید پرداخت بکنی، ولی به هر حال خیلی راحت تره. مثلا بعضی روزا ما میتینگ داریم یا مثلا شما میخوای سلمونی بری، کاری بری، مثلا ما دو تا بچه داریم، یکی نوزاد هست، یکی مثلا تو این سن 3-4 سالگی هست، خب خیلی سخته بخواید در واقع همیشه اون ساعت پیکاپ بچه رو، مثلا اگه 3-3 و ربع باشه واقعا خیلی سخته، مثلا مادر نمیتونه بره، بعد از نوزاد مراقبت کنه، مثلا من باید میرفتم که خب خیلی سخت بود مچ کردن ساعت 3، مثلا شما باید 2:30 مثلا 10 دقیقه به 3 دیگه مثلا از کارتون بزنی بیرون که بچه رو بردن. این فلکسیبل بودن ساعت‌ها یا بیشتر بودن ساعت‌ها به نظر من یک مزیت هست. بله این مزایا بود دوستان که به نظر من اومد. حالا اگر در آینده مزیت‌های بیشتری به چشم اومد حتما میام در واقع برای شما میگم. معایبش بگم، خب معایبش همین قیمتش بود که گفتم، ممکنه برای خیلیا خب سخت باشه پرداخت 4-5000 کرون در ماه مشکل باشه، دور بودن از محل زندگی که دیگه از معایبش هست. خب وقتی شما مدرسه دولتی میرید توی هر محله یه مدرسه هست، یه مهد کودک هست، به هر حال به شما یک مهد کودک نزدیک محل خونتون رو میدن، میتونه حتی پیاده برید و بیاید، ولی مدرسه بین‌المللی معمولا توی محله‌ای که زندگی میکنید نیستن، هر شهری یکی دوتا داره، خب پخشن توی، حالا ممکنه که بعضیاشون یک محله‌ای باشه که شما خونتون اونجا نباشه و این مدت زمان سفر رو یک مقدار طولانی میکنه. و یکی دیگه از
معایبش، حالا یکی از مزایاش من گفتم خیلی دانمارکی هم میره، خب خیلی خوبه، به هر حال دانمارکی هم صحبت میکنم، بچه ها دانمارکی هم یاد میگیرن، ولی یکی از معایبش اینه که همین که خارجی ها هستن، مثلا توی مدرسه شهر ما به خاطر اینکه شرکت توتال خیلی از قزاقستان آفیس داره اونجا، نیروهاش میانه میرن، خیلی از قزاقا بچه‌هاشون میان میذارن اینجا، خب فرهنگی میکس میشه. من دوست داشتم، نمیخوام بگم اونا فرهنگشون بده، اونا فرهنگشون مثل ما در به داغونه، اینو اینجوری بگم بهتره، مثل خاورمیانه، خاورمیانه ای ها هستن قزاقا، مثل خودمونن. من دوست نداشتم فرزندم با افرادی رفت آمد بکنه که همون فرهنگ خاورمیانه ای رو داره. البته خیلی از اونها الان میکس شدن تو جامعه، یک مقداری فرهنگشون بهتر شده، ولی به هر حال همون رفتارا رو دارن دیگه. چه میدونم مثلا بچه‌اش دعوا میکنه تو مدرسه، دانمارکی ها میگن که خب بیان با صحبت حلش کنین، مثلا اونا میگن که نه آقا کی گفته بچه من پسر من باید بزنه قوی باشه، مثلا فرهنگشون اینطوریه هنوز، میدونی تو مدارش نه بزن حق تو بگیر فلان، یه مقدار جنگجو هستن خاورمیانه ای، حالا قزاقا هم از این قاعده مستثنا نیستن، و این یکی از بدیهاش هست که من واقعا این رو خوشم نمیاد، ولی حالا سعی میکنیم که برای باش کنار بیاریم تا ببینیم چی میشه. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، این نظر من بود از مزایا و معایب مدارس بین المللی یا مدارس خصوصی در کشور دانمارک. خیلی خوشحال میشم که نظر شما رو بدونم، اگر حرفی حدیثی پرسشی مطلبی از این ویدیو کامنت بذارید، من ممکنه یادم رفته باشه بگم، شما بپرسید، اولین فرصت به پرسش های شما پاسخ خواهم داد. امیدوارم که هر جا هستید همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و مدرسه بچه‌تون رو آگاهانه انتخاب کنید، تمام جوانب رو در نظر بگیرید، زبان، پول، هزینه، امکانات رو در نظر بگیرید و یک انتخاب درست آگاهانه رو انجام بدید. انتخاب با شماست، عواقب تصمیم هم با شما خواهد بود. تا ویدیو دیگه، روز خوش، وقت بخیر، شب بخیر، از یک روز تابستونی زیبای دانمارکی، تا ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.